رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد. بینندگان گرامی، درود به همگی شما. امیدوارم که خوب باشید و ما بنابراین فردای یا پس فردای 13 بدر هستیم. به هر حال امیدوارم که از این فرصت چنانچه هوا خوب بوده باشد تونسته باشید و استفاده بکنید و من هم به منطقه در پاریس که به عنوان جنگل بولونی هست به اونجا رفتن که برخی از دوستان رو هم دیدیم. البته هوا سرد بود و همه مانند سالهای پیش از کرونا به هر حال حاضر نبودند. به امید سال دیگر و نوروزی با شکوه‌تر و سیزده بدری بزرگتر. و ما در ارتباط با فرانسه چند نکته خدمتون عرض بکنم که بحثایی که امروز به طور مدام و پیوسته در رسانه‌های فرانسه وجود دارد درباره انتخابات است. انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه که یک به هر حال محور مهم تبلیغات و خبر و همچنین محوری مهم برای بحث‌های روزمره در خانواده و خیابان و بازار است. از میان همه کاندیداها که حدود 12 نفر هستند چند نفر از اونها خانم هستند و بقیه اکثرا مرد هستند و به این ترتیب از تمام گرایش ها در این انتخابات حاضر هستند. از گرایش های مربوط به جناح چپ افراطی، یعنی واقعا گرایش هایی که به هیچ وجه سیستم رو به نحوی قبول ندارن، به عنوان نمونه حزب زحمتکشان گفته میشه، تا آقای به اصطلاح و گروه های دیگر و همچنین جریانات بگیری تا بریم به طرف راست افراطی خانم لوپل. خب همیشه البته این ویژگی ها در انتخابات فرانسه وجود داره و به هر حال با توجه به آنچه که در حال حاضر داره جریان داره هر کدوم از این افراد اگر چنانچه بتوانند 500 نفر از شهردارها رو موافق خودشون داشته باشند و شهردارها به اونها به اصطلاح نوشته‌ای بدن که ما حامی کاندیداتوری فلان فرد هستیم، اینها میتوانند به اصطلاح پرونده‌های خودشون رو در فرمانداری به اصطلاح عرضه بکنند و به این ترتیب به شکل قانونی کارگزار کارسازهای لازم رو به وجود بیارند و دوران انتخاباتی خودتون رو آغاز بکنند. و جالبیش در این هستش که ما در یک دموکراسی هستیم، گرایش‌های مختلف با تمام امکانات در واقع دارن استفاده میکنند. یکی از برنامه‌های تلویزیونی دولتی مرتب از هفته پیش هر شب در واقع برنامه‌های ویژه داره، یعنی برنامه گذاشته شده که میان کاندیداهای مربوط به هر کدوم از این احزاب راجع به این جنبه یا اون جنبه برنامه خودشون توضیح میدن. و همچنین علاوه بر این تلویزیون به اصطلاح که محور کارش روی معرفی بیشتر این برنامه‌ها و این کاندیداها گذاشته، تمام کانال‌های دیگه هم به این اهمیت می‌پردازن. یک مسئله محوری هست به خاطر اینکه به هر حال جامعه فرانسه مانند هر جامعه دموکراتیکی پس از یک دوره انتخابات ریاست جمهوری مجددا در انتظار این هستش که خب چه سیاست جدیدی میآید، چه کاندیداتوری جدیدی مطرح می شود. و امروز به دنبال دورانی که متعلق به آقای مکرون بود عملا به هر حال تمام گرایش خودشون آماده کردن و میگویند که مکرون کار مناسب و لازم رو انجام نداده و ما برنامه‌های بهتری داریم. خب به هر حال همه این برنامه‌هایی که دیگران میگوین بهتر داریم، این بنابر
ذهنیت ما و برابر بینش ما می توانیم باهاش توافق داشته باشیم یا نداشته باشیم. و از سوی دیگر اونچه که مربوط به بودجه ها و به اصطلاح سرمایه گذاری که مورد نظرشون هستش، همه این گرایش ها برنامه های خودشون رو با به اصطلاح اینکه چه هزینه ای خواهد داشت، چه میزان سرمایه گذاری خواهد که به اصطلاح تشویق خواهند کرد، این رو هم به اصطلاح پیشنهاد کردند و مطرح شده. بنابراین صرف اینکه بودجه ها رو تعیین بکنید کافی نیست برای اینکه ما یه درک درستی نسبت به چی، نسبت به پیشنهادهای کاندیداهای جدید داشته باشه. نامزدهای جدید هر کدوم از اینها ویژگی هایی دارن، باز برمیگرده به نگاه و بینش ما و به این ترتیب هستش که به هر حال به عنوان نمونه من نگاهم و گرایشم بیشتر به سوی اکولوژی هستش، بنابراین به اون کاندیدی رأی میدم که این رو به عنوان نمونه نمایندگی میکنه و گرایش های گوناگونی به هر حال در این جامعه وجود دارند که در گام اول رسم بر این است که میگوین هر کسی به کاندیدی که نزدیکترین کاندید به زاویه فکری او هست رأی بدهد و رأی مصلحتی نباشد، رأی به اصطلاح به دنبال محاسبات سیاسی نباشد، اون چی که عشقتونه، اون چی که مورد توجهتون هستش به اون رأی بدهید. بعد در گام دوم به هر حال دو نفر در رأس میرسن و این دو نفری که در رأس میرسن به هر حال علارغم این که شما که بسا نسبت به گرایش خودتون کاندید خود رو نداشته باشید، ولی که باید یه انتخابی کرد. هیچ وقت و در هیچ کشوری یک به هر حال رئیس جمهور مطابق سلیقه شما به شکل 100% نیست، ولی تمایل عمومی، گرایش عمومی رو باید نگاه کرد. سال یعنی سال که چه عرض کنم دوره پیش آقای مکرون در برابر خانم لوپن قرار داشت که احتمال هست این حالت دوباره تکرار بشود و برابرین برای بخش مهمی از فرانسویانی که حتی مخالف آقای مکرون بودن به ایشون رأی دادن، به خاطر اینکه به هر حال مخالفت داشتن با راه حل راست افراطی خانم لوپن. این بار هم به همین ترتیب، هرچند که بودن کسانی یا گرایش های چپ افراطی که در واقع این به اصطلاح فراخوان برای انتخابات و برای مکرون در دور دوم رو رأی ندادن یا اعلام نکردن، یه نوعی نگاه چپگرایانه هست. به هر حال مسئله مرکزی در زم در مرحله دوم این در این خواهد بود که ما خواهان دموکراسی هستیم یا نیستیم، پلورالیسم سیاسی رو قبول داریم یا نداریم، و بین دو گرایش، یه گرایش شدیداً پوپولیستی راست افراطی و یه گرایشی که جمهوری خواهی هستش، هر چقدر که این تمایلات اینها یعنی آقای مکرون نوعی در واقع راست میانه هست یا میانه راست است، یه جنبه هایی از راست رو داره، یه جنبه هایی از چپ رو داره، یه به هر حال نوعی سانتریست این وسط، این هستش که به هر حال بخشای از این ور و بخشای از اون ور رو به خودش جلب خواهد کرد. ولی به هر حال چند نکته رو در این زمینه بگویم و به موضوع بعدی بپردازیم. ببینید دوستان عزیز، در فرانسه در این دوره‌ای که سپری شد با آقای مکرون، در واقع ما به چند جنبه رو باید دقت بکنیم. نوشته هایی که در روزنامه هم منتشر شده این هستش که بیلان کار چیست، و اینجا مانند ایران نیست که مطبوعات نتوانند حرف بزنند، اینا تمام مطبوعات آزادی کامل دارند و بنابراین مورد پرسش قرار میدن. رئیس جمهور نمیتواند جدای از مطبوعات و جدای از به اصطلاح واکنش های جامعه باشه، و بنابراین ما خوشبختانه در اینجا ولایت فقیه هم نداریم که در واقع نخواد به جلوی ملت بیاد و به اصطلاح مورد پرسش قرار بگیره. بنابراین همه در یک سطح قرار دارند، همه کاندیداها، از جمله کاندیدایی که به هر حال به دور دوم میرسند. و آقای مکرون و چند نکته در ارتباط با کارهایی که کرد، یکی رابطش با اروپا، حمایت از اروپا، دفاع از اروپا، و امروز هم خود نوبت فرانسه است که به عنوان در طی 6 ماه در واقع مدیریت کل اتحادیه اروپا رو نیز در دست داشته باشد، که در لحظه کنونی به هر حال
آقای مکرون این پست رو هم دارد، این مسئولیت هم دارد، ولی به هر حال نگاه جامعه نسبت به تعهد و فعالیت مکرون در ارتباط با دفاع از نظام اتحادیه اروپا این نکته برجسته در کار او بود. نکته دوم در ارتباط با کرونا و اینکه به هر حال یکی از علارغم تمام انتقادهایی که به تمام کشورهای جهان می شود انجام داد، ولی که آنچه در فرانسه صورت گرفت به هیچ وجه قابل مقایسه با رژیم جمهوری اسلامی نیست و برابر این اقدام هایی که صورت گرفت در ارتباط با کرونا که حدوداً 90% جامعه امروز در واقع به واکسن های سگانه خودشون نیز رسیدن که به هر حال یک اقلیتی بود که به دلایل مختلف ایدئولوژیکی یا نگرانی، ترس، هر چیزی که به هر حال ازش میشه گذاشت نخواستن شرکت کنن، ولی که اون بخش عمده‌ای که شرکت کرد و واکسن ها رو زد عملاً منجر به این شد که این فشار این کرونا پایین بیاید و به این ترتیب یک فضای آرامتری برقرار بشود. خب این هم جزء بیلان‌های مثبت او قرار میده. یک جنبه دیگه هم در ارتباط با مسائل مربوط به انتخابات ببخشید در ارتباط با مسائل اقتصادی بود که در این دور عملاً بر اساس آمار اقتصادی رشد اقتصادی فرانسه به شکل بی‌سابقه‌ای بالا آمدش، چیزی که حدود 25 سال پیش اتفاق نیفتاده بود، بنابراین یک رشد بالا و از سوی دیگه میزان بیکاری به شدت آمد پایین و این رو هم به عنوان یکی از دستاوردهای این دوران در نظر میگیرن و کمک‌های گوناگونی که به شرکت‌های مختلف کرد در ارتباط با مسئله کرونا. و نکته دیگه ای هم که میشود گفت و پایان این بخش که از نظر من در واقع بیلان آقای مکرون در زمینه مسائل مربوط به محیط زیست یک برنامه به اصطلاح مناسب و کارهایی نداشت و اقدامها و سرمایه گذاری لازم را در این زمینه انجام نداد و بنابراین اون جنبه مهمی رو که من در کمبودهای او میبینم و به هر حال موافق با سیاست او نبودم از جمله در این زمینه مربوط به چی؟ مربوط به برنامه های اکولوژیکی بودش. حال به این ترتیب هستش که خب در گام اول با توجه به خواستای من در این جامعه فکر میکنم که باید یک حرکت پرزوری و بیش از گذشته در زمینه مسائل مربوط به اکولوژی صورت بگیرد. بنابراین هفته دیگر دوستان عزیز، هفته دیگر به خاطر اینکه یک شنبه که بیاید دور اول انتخابات خواهد بود و پس از این یک شنبه دو هفته بعدش در واقع انتخابات دور دوم میرسه، ولی که به هر حال در همین یک شنبه دیگر و با فرداش که دوشنبه باشه همدیگر رو در اینجا خواهیم دید، نتایج دور اول رو خدمتون اعلام میکنم با تحلیلی که از این ماجرا خواهم داشت. این نکته اول. نکته دومی که میخواستم یادآوری بکنم و بگویم در ارتباط با دادگاه نوری این جنایتکاری که در شکنجه و مرگ بسیاری از عزیزان ما دست داشته و جزء هیئتی بوده، جزء گروهی بوده، جزء آدم‌هایی بود که در رأس اونها از جمله آدمکش حاکم بر جامعه ما یعنی آقای رئیسی بوده و به این ترتیب دادگاهی که در به هر حال در اروپا در حال انجام هستش یک دادگاه عادلانه با دقت با ریزکاری‌ها و اینکه چه کسانی که شاکی هستن چه کسانی که متهم هستن مشخصا خود نوری به طور دقیق مورد بررسی قرار میگیرن و دادگاه هرگز نمیتواند یه دادگاه ایدئولوژیکی باشد. تنها و تنها اون چه که خواسته است و پیوسته تعقیب کرده است داده های عینی و اون هم از طرف برحال شاهدان، یعنی کسانی که در اون دوران خود در واقع زندانی سیاسی بودن یا خانواده های اونها و یا به هر حال افرادی که به نحوی دارای به اصطلاح نگاه های دقیقی می توانند باشند، اونها مورد پرسش دادگاه قرار می گیرند و واقعا سمبل از
دموکراسی طلبی سمبولی از استقلال سیستم قضایی همین دادگاه نوری هست که ببینید که از نسبت به دادگاه های جمهوری اسلامی قابل مقایسه هرگز نمیتواند باشد، هرگز نمیتواند باشد. و از سوی دیگر به هر حال آنچه که در درون این دادگاه گفته میشود و خوشبختانه از طریق به اصطلاح تاریخ‌های گوناگون و از جمله کلاب هاوس مستقیما این دادگاه به اصطلاح منتشر میشه. شما اگر بخواهید میتوانید از طریق همین کلاب هاوس ها به ماجرایی که در درون دادگاه داره اتفاق میافته، بحث ها، پرسش ها بهش برسید. و علاوه بر این دوستانی هستن که به دنبال این دادگاه یا قبلش یا بعد از انجام دادگاه به حال یک اتاقی باز هستش که توسط دوستان عزیزی دارن که تلاش کردن مایه گذاشتن برگزار میشه و بسیاری از افراد در این اتاقها میان نظر میدن، صحبت میکنن و واقعا دست همشون درد نکنند. امیدوارم که این رو جامعه فراموش نکنه که این دادگاه اگر تشکیل میشه به اعتبار کارهای اساسی صورت گرفت که ایرانیان عزیز در این امر مداخله داشتن، و از سوی دیگر این هستش که خود این بازتاب دادن این دادگاه بسیار مهمه برای اینکه این تاریخ شفاهی تبدیل به یک تاریخ کپی فردا بشه. و از سوی دیگر نکته مهم این هستش که شما وقتی که به این دادگاه گوش میکنید متوجه میشوید که به هر حال چه فجایعی صورت گرفته. کسان عزیزانی که میان و با تمام قدرت فکری خودشون و احساس و عاطفه خودشون جنایت هایی رو که دیدن، جنایت هایی رو که شنیدن رو بیان میکنن، یک بار دیگر ما رو در اون فضای ترور قرار میدن و میبینیم که بر سر عزیزان ما چه گذشته است. کسانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شدند و کسانی که شکنجه شدند و کسانی که به هر حال در این فضای ترور قرار گرفته بودند و جان و یا به هر حال حداقل روان خودشون رو به یک شرایط به هر حال نامناسبی در یک شرایط نامناسب و شکنجه‌آوری قرار داده بودند. به هر حال خواستم یادآوری بکنم از همه عزیزانی که در این زمینه‌ها فعالیت کردند که به هر حال این دادگاه صورت بگیره و امید من این هستش که به زودی، آنچنان که گفته شد، به زودی دادگاه در اگر اشتباه نکنم در سوم ماه بعدی در واقع به پایان میرسه، یعنی اعلام میشه نتایج این دادگاه، تصمیم گیری این دادگاه، و قرار هست که با اعلام نتایج این دادگاه یک جشن بزرگی صورت بگیره علی‌رغم تمام خرابکاری هایی که به هر حال سازمان مجاهدین کردن در روال این دادگاه. ولی علی‌رغم این بسیاری از دوستان خوشبین هستن نسبت به نتایج دادگاه و به هر حال بارها گفتند و تکرار کردند که این دادگاه یک گامی برای دادخواهی هست و به ناگزیر عامل رژیم جمهوری اسلامی محکوم خواهد شد و این محکومیت در ضمن محکومیت کل یک نظام جمهوری اسلامی هستش. این نظام جمهوری اسلامی نسبت به فرزندان ما شکنجه ها و مرگ هایی رو که سامان دادند رو ما نمیتوانیم فراموش بکنیم. نگاه بکنید، توجه بکنید، فکر بکنید به تمام اون عزیزانی که دختر و پسر در اون اتاقهای شکنجه، در اون دادگاه های بیدادگاه، در اون محله های مخوف اینها رو در واقع به اصطلاح محاکمه کردند و شکنجه دادند و فشار آوردند و بخش مهمی از این دوستان رو عملا نابود کردند، تیرباران کردن. این رو هرگز نباید بخشید. این امر یک امری هستش که نسبت به تمام جانیان این جمهوری اسلامی باید تضمین پیدا بکنه. دادگاه نوری باید تبدیل بشود در آینده به دادگاه همه سران جمهوری اسلامی از جمله خامنه‌ای و تمام کسانی که در رأس این حکومت
بودند و یا امروز هم اگر نباشند پیوسته این خطاهای سنگین و جنایی رو انجام دادند یا حمایت کردند. بنابراین کار ما در فردا ایجاد یک دادگاه هستش. علیه خشونت باید مقاومت کرد، خشونت هایی که منجر به نابودی انسان ها میشه باید مقاومت کرد. آنچه که مهم هستش امر حق، حق یافت، روشن کردن اینکه حق دار کیست و این امر دادگاه برای دادخواهی هستش و این دادخواهی بر پایه شناخت دقیق قضایی و مشخص کردن مسئولیت ها هست. عزیزان من، خب به هر حال کار رو این دوستان پیگیری میکنن و ما هم میتوانیم از طریق این اتاق ها و یا رسانه های هستش مطلع بشیم. دست همه این دوستانی که رفتن در درون این دادگاه و در برگزاری این دادگاه اقدام کردن درد نکنه. امیدواریم که به زودی ما هم بتوانیم در این جشن بزرگ شرکت بکنیم. این هم نکته دوم. نکته سوم در ارتباط با 12 فروردین، یادتون هست عزیزان من 12 فروردین چه بود؟ سالگرد انقلاب اسلامی بود. چند روز پیش انقلاب اسلامی که اعلام کردن که 98% به اصطلاح این در این رفراندوم، در این همه پرسی 98% گفتن شرکت کردن، مردم شرکت کردن و چیزی بیش از 98 خورده‌ای رأی مثبت به جمهوری اسلامی دادن. حال آنکه بسیاری از افراد در شرکت نکردن، محتوای جمهوری اسلامی یک جمهوری مجهول دینی در واقع خمینیستی بود و هیچ کس نمیدانست که اونها چه میخواهند بکنند و یومی بود یوم الله، یعنی یوم روح الله که روح الله بتواند بر مسند قدرت سوار شود و دیکتاتوری خود رو، آنچه که در دل داشت و در ذهن آماده کرده بود رو به اجرا در بیاورد. بنابراین جمهوری اسلامی یک فصل سیاهی در زندگی مردمان ما، در زندگی ایران زمین هست، یک دوران بسیار سیاهی که واقعا بدون اینکه ما بخوایم سیاه نمایی بکنیم، واقعا بدون اینکه بخوایم سیاه نمایی بکنیم، شما بیلان این جمهوری اسلامی رو چجوری میتونید ارزیابی بکنید؟ در زمینه آزادی و دموکراسی چه کردن؟ استبداد و دموکراسی، این دیگر امری روشن و واضح است و احتیاجی به ثابت ندارید. همه دیدن استبداد خونین اینها رو. در زمینه مربوط به زنان و حقوق اونها همیشه و همیشه دیدن از همون فردای انقلاب که چگونه این زنان ایران زمین عملا مورد فشار، تهمت، شکنجه، اسید پاشی و غیر و غیره قرار گرفتن. در ارتباط با محیط زیست دیدند و ما بارها در این برنامه‌های خود تکرار کرده و می‌کنم که بخش مهمی از نیروها یا منابع طبیعی ایران در دوران جمهوری اسلامی نابود شد. عزیزان من، جنگل‌ها، دنیای وحش، آب‌ها، خاک‌ها، هوا، آب‌های زیرزمینی، مرغزارها، دریاهای آلوده، رودهای خشک شده، اینها نکات مجهولی نیستن. اینها رو از جمله شما می توانید به مقاله های من رجوع بکنید در ارتباط با تخریب های محیط زیستی جمهوری اسلامی. بزنید به فارسی جلال ایجادی و محیط زیست و یک سری از این به هر حال نوشته ها بیرون می آید. خب در زمینهای دیگر، در ارتباط با خاورمیانه، در ارتباط با سیاست جهانی، کار اونها چی بوده است؟ ایجاد بحران، تخریب، جاسوسی، موشک تراکنی، استفاده از ثروت‌های ایران برای پایداری نگه داشتن اسد جلاد
و همچنین برای حمایت از تروریستای در واقع حزب الله و همچنین تروریستای فلسطینی و همچنین تروریستای و تبهکاران یمنی و غیر و غیره و همچنین اسلامگرایان شیعه عراق. خب اینها همه بیان چیست؟ بیان این است که ملت ایران به اینها که اجازه نداده بود، اینها هرگز از ملت ایران اجازه نخواستن و اون چیزی که اعلام میکنن همه پرسی سال به اصطلاح اول انقلاب خودشون، خب این 43 سال گذشته به اعتبار آنچه که در 43 سال پیش که اون هم نیز خود تقلبی بود که میگوین 98% شرکت کردن، در از اون به بعد در واقع تمام انتخاباتی که اینها انجام دادن انتخابات تقلبی و انتخاباتی بود که هرگز نمیتوانست بیان واقعیت ها باشد. خب به این ترتیب هستش که ما میبینیم که به هر حال این جمهوری اسلامی یک نظام حکومتی دینی شیعه هست و این شیعه‌گریش رو از جمله در ارتباط با بیرانمون، نسبت به اهل سنت، نسبت به بهایا، نسبت به شیعیانی که مخالف این رژیم هستن، نسبت به ارامنه و یهودی و زرتشتیان و غیر و غیره، نسبت به اینها چه کار کرده؟ یا سرکوب مستقیم یا محدودیت های گوناگون. اونها نماینده یک فرقه شیعه هستن که یک اقلیتی از شیعیان هستن، بنابراین پیوسته جنگی بوده علیه مذاهب دیگر، جنگ مذهبی خودشون رو علیه مذاهب دیگر بوده است. و ناباوران، کسانی که ناباور هستن و امکان بیان به اصطلاح در این جامعه رو ندارن و بنابراین پیوسته سانسور هستن، سرکوب میشن و غیر و غیره، این هم جزء بیلان حکومت جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی با تمام برنامه‌های مربوط به پروژه‌های هسته‌ایش، تمام این پروژه‌های هسته‌ای بر ضد مصالح ملت ایران هستش. تمام این پروژه‌های هسته‌ای به هیچ وجه جامعه ایران احتیاجی به مسئله به اصطلاح راکتور اتمی بوشهر نداشته است که امروز هم به دنبال سالیان متمادی که با استعمار روس دارن اینها انجام میدن، به هیچ وجه در واقع کارایی در ارتباط با این همه سرمایه گذاری هرگز نداشته است، عزیزان من نداشته است. و امروز تمام به هر حال این مراکز اتمی که برای فعالیت‌های نظامی اینها به پا کردن، اینها همه فقط و فقط نه برای امنیت من و شما، نه برای امنیت ملت ایران و کشور ایران، برای امنیت قدرت سیاسی خودشون هستش، برای ضدیتشون با اسرائیل و آمریکا و جهان غرب هستش. به این ترتیب هست تمام این زمینه‌های مربوط به امور اتمی نیز یکی از آسیب‌های بزرگ این کشور هستش، یکی از امکانات گسترده‌ای بوده که این رژیم، افراد این رژیم، شرکت‌های این رژیم با تبهکاری تمام بچاپند پول‌های و ثروت‌های مملکت رو بربایند. عزیز من، اینها خانواده‌های هزار تیکه‌ای که امروز در درون اینها هستش، هر کدوم یک بخشی از این ثروت‌ها رو داره میبره، داره نابود میکنه، به خارج میبرن، خونه و به اصطلاح ویلا در خارج کشور میسازن، یک باندهای عجیب و غریب. واقعا یک لحظه هم بهشون اعتماد نکنید، از جناح اصلاح طلب گرفته و جناح اصولگرا گرفته، واقعا همه اینها خانواده هاشون دوست هستن. خانواده ها و خود اینها در واقع از طریق فریبکاری و پنهانکاری میلیاردها تومان رو، میلیاردها دلار رو و یا یورو رو به جیب زدن. هر کدوم از این آخوندهای بزرگ برای خودش در واقع یک بارگاه بزرگی رو تحت عنوان حوزه به اصطلاح فلان و حوزه غیره به وجود آوردن که اینها در واقع فقط و فقط شرکت‌های بیزنس اینها هستن و هیچ ربطی با مدارس مذهبی و غیره دارن، گرچه تناقضی هم نداره، بیزنس میکنن برای چپیدن به شکرانه اسلام محمدی،
به شکرانه شیعه علی ابن ابی طالب. پیامبر اسلام نیست غنیمت ها رو می چاپید، در جنگ های گوناگون دیگران رو می چاپید، خلفا نیز دیگران و از جمله ایران را چاپیدند. علی ابن ابی طالب چاپید. زمانی که معاویه به حسن و حسین پول کلانی میداد، این از کجا می آمد؟ از ثروت های کشورهایی که زیر استعمار عرب بودند، مانند ایران زمین. بنابراین تمام این امامان شیعه در واقع چپاولگران مستقیم یا غیر مستقیم ثروت های مملکت ما بودن. امام رضا برای چی آمده بود در ایران ما به عنوان ولیعهد در واقع خلیفه عرب؟ برای اینکه بچاپه عزیزان من، برای اینکه بچاپن. همه اینها در واقع چپاولگر هستند. همه امام ها افرادی بودند استعمارگر، چپاولگر و بر ضد منافع ایران زمین همیشه و همیشه، و بر ضد فرهنگ ایران و بر ضد زبانهای ایرانی و بر ضد هویت ایرانی بودند. همه این امامان رو به دور بریزید عزیزان من. شجاعت داشته باشید، آشکارا بگویید که اینها نمایندگان فرهنگی شما نیستند عزیزان من. اینها در جستجوی خانه بودن که ازش بچاپند. به این ترتیب هستش که امروز هم همین آخوندها ادامه اونا هستن. این آخوندها نماینده ملت ما نیستن، نماینده همون استعمارگران پیشینن. و دیدید چگونه، دیدید که چگونه اینها علیه نوروز ما یک بار دیگر در واقع تلاش کردن، یک بار دیگر باز خیانت کردن، یک بار دیگر اون کاری که آقای رئیسی کرد که به اصطلاح در سفره خودش قرآن رو گذاشته بود که یک در واقع منشور استعمار قرآن. قرآن جز بدآموزی برای یک ملت چیز دیگری نمیتواند داشته باشد. بنابراین بر سر سفرهش قرآن میذاره بود، یک به اصطلاح عکس دو تا دیکتاتور اعظم رو میذاره و اینه ما به نقطه بسیار بسیار تراژیکی رسیدیم که یک فرد آدمکش بیشعور و نادان در واقع بر سر قدرت در ایران هستش. خب اینها نتایج چیه جمهوری اسلامی؟ پس جمهوری اسلامی از ابتدا بد بود، بد هست، بد خواهد بود. از ابتدا، از اون لحظه ای که خمینی همه رو آماده کرد که به عنوان شیعه برن انقلاب بکنند، در واقع بد بود، زش بود، گرفتند، چاپیدند، کشتند و این بیلان جمهوری اسلامی است. و بنابراین امروز من و شما چی میخواییم؟ که این جمهوری اسلامی به پایانش برسد هر چه زودتر. برای چی؟ برای اینکه تمام ضربه های اساسی که به جامعه و ثروت های ایران زمین، ثروت های مالی، ثروت های طبیعی، ثروت های فرهنگی ما زدن، اینها ضربه های عظیمی بود برای این کشور و اون هم در جهانی که تمام کشورهایی که با مدل‌های گوناگون با سرعت به سوی پله‌های رفیع‌تری دارن حرکت می‌کنن که نقش داشته باشن در این جهان. جمهوری اسلامی تمام مکانیزم‌ها رو در دست گرفته که در واقع جلوگیری بکنه از پیشرفت. پیشرفت یعنی چی؟ یعنی اقتصاد شکوفا. پیشرفت یعنی چی؟ یعنی ارتباط با جهان تکنولوژیکی، که تمام تکنولوژی ها رو بدون اینکه در واقع مداخله بکنن برای کنترل کردن باز بکنن. پیشرفت یعنی چی؟ یعنی آزادی، دموکراسی. پیشرفت یعنی چی؟ یعنی کار کردن برای صلح جهانی. پیشرفت یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع شما در برابر پوتین باشی، حال آنکه این جمهوری اسلامی طرفدار متجاوز هستش. پیشرفت یعنی چی؟ اینکه فرزندان عزیز ما در نقاط مختلف ایران زمین بتوانند کلاس های
معتبری داشته باشن، درس بخونن، آموزش ببینن، از بلوچستان بگیری تا بنادر، تا ارزم حضورتون که اهواز و تا تبریز و تا کرمانشاه و سقز و مشهد و هر جایی که این جهان ایرانیان هستش. منتهای مراتب امروز نمیتوانن این کار رو بکنن. یک نیاز عمیقی در واقع وجود داره برای در زمینه آموزشی، کلاس داشتن متعارف. این عدالت به عزیزان ما در بلوچستان سیستان نمیرسه. این عدالت به کولبران عزیز ما در کردستان نمیرسه. این عدالت به محرومان گوناگونی که در تهران تمرکز پیدا کردن و در واقع در فقر و بدبختی و فاحشگی دوچار هستند به اونها نمیرسه. همه بخش‌های ایران زیر ضربات جمهوری اسلامی قرار گرفته. زخمی که ما داریم زخمی است بر بدن همه ایران. تمام اجزای این بدن ایران زخمی است. عزیزان من فکر نکنید که در یه بخش این کار رو انجام میده جمهوری اسلامی. با بی‌طرفی با دقت نگاه بکنید. کسانی که کشته شدن، کسانی که از حقوق خودشون در واقع محروم هستن، کارگران کجا هستن؟ همه جا. و این کارگرانی که همه جا هستن در محرومیت هستند. حقوق حداقل چقدره؟ خودشون تعیین کردن حدود به فرض 2-3 میلیون. حال آنکه حداقل حقوق لازم در ایران روی 10 میلیون شما باید در نظر بگیرید. پس اینا چی کار خواهند کرد؟ یعنی آنچه که امروز دارن جز فقر و فشار چیز دیگری نیست. خانواده‌ای که نمیتواند در واقع در هفته یک بار گوش بخوره برای بچه هاش. افرادی که در لانه ها و هنوز در قبر های خالی زندگی میکنن، در حلبی آباد ها زندگی میکنند. نتیجه چیست؟ نتیجه 43 سال چپاول توسط جمهوری اسلامی است. آیت اللهی که بر سر قدرت هست یکی از جنایتکاران هست و خودشو میآید آرام نشان میدهد و پشت داره دستور میده از این ور اون ور. تمام بیت او در واقع تمام زمینه ها رو در ایران دارن کنترل میکنن. خامنه ای یک فرد جلاد هستش عزیزان من، یک فرد فاسد هستش. این همه پولی که زیر کنترل صندوق‌های مختلفش داره چی؟ اینا گزارش چرا نمیاد؟ او چه حقی داره که به عنوان یک فرد کنترل بکنه روی ثروت‌های مهم این کشور؟ مملکتی که دارای حساب و کتاب داره، در بانک‌های دولتیش حسابرسی میشه، مدیران عادی او داره، اینها به این مجلس عادی داره، نه اینکه یه بیت یک آخوند مرتجع تمام این ماجراها رو مانند خیمه شب بازی داره از اون پشت به اصطلاح کارگردانی میکنه. این از جمهوری اسلامی. ما از این جمهوری اسلامی باید بیرون برویم. راه دیگری. این از جمهوری اسلامی شیعه. این از حکومت عدل علی. این هست حکومتی که شریعتی میخواست. این هست حکومتی که آقای سروش میخواست انقلاب فرهنگیش رو به سرانجام برساند. این هست جمهوری اسلامی که خاتمی ها برش حکومت کردند و امروز بینشون اختلافه. این هست حکومتی که آیت الله منتظری تئوری ولایت فقیهش رو تنظیم کرد. به هیچ آخوندی اعتماد نکنید. به هیچ آخوندی. تفاوت‌های بینشون هست.
کار شما چیست؟ شما خواهان دموکراسی هستید، شما خواهان حقوق بشر هستید. یک آخوندی که طرفدار قرآن هست نمیتواند طرفدار حقوق بشر بشود، اسمش هر چی که میخواد باشه، طالقانیه، منتظریه، خمینیه، یا هر فرد دیگری، هیچ فرقی نمی کند. اون نمی تواند طرفدار حقوق بشر بشود، ولی من و شما می خواهیم که حقوق بشر رعایت شود. به هیچ آخوندی اعتماد نکنید. آخوند هویتش با اسلام گره خورده، حال آنکه ما می خواهیم از اسلام دور بشویم. بنابراین جمهوری اسلامی یک جمهوری زشت و امروز جمهوری هستش که دوستان عزیز میخواستم یه از آموزویتون که بله اخیراً مؤسسه گمان یا نهاد گمان که در به اصطلاح در اروپا هستن یک سلسله نظرسنجی هایی رو منتشر کردن که این نظرسنجی ها جالب هستش. هر بار من یک تکی از این نظرسنجی ها در خدمت شما عزیزان مطرح خواهم کرد و یکی از این نظرسنجی ها با این سوال هستش: کدام نظام سیاسی را برای ایران مناسب تر می دانید؟ کسانی که این نظرسنجی بر پایه تعداد کسانی که به این نظرسنجی جواب دادن و عمده اونها هم در ایران هستند، چیزی بیش از 16,000 نفر بودند. یعنی بنابراین برای کار نظرسنجی یک پایه بسیار جدی و بسیار خوب هستش. آمار این نیست که همه رو مورد پرسش قرار، نظرسنجی هست، یعنی گرایش ها رو مورد سنجش قرار میدهند. حال بنابراین کدام نظام سیاسی را برای ایران مناسب تر میدانید؟ و کسانی که جواب دادن: جمهوری اسلامی 22% فقط که خواهان ادامه جمهوری اسلامی هستند. یعنی همین جریان هایی که زیر این حکومت قرار دارن، بعد حکومت رانت حکومتی به اینها میرسه که اون هم تازه در شرایطی که ما فاقد دموکراسی و فاقد آزادی مطبوعات هستیم، که بخش یه لایه‌هایی از اینها در میتواند به سرعت و به راحتی کنده بشود، ولی به هر حال 22%. کسانی که میگویند، پس نوشید 22%، کسانی که میگوین پادشاهی مشروطه را خواهان هستند 19%، کسانی که میگوین سلطنت مطلقه را خواهانش هستند 3.5%، کسانی که میگوین ما خواهان جمهوری سکولار هستیم 33.5%، 33.5%، و 21% هم گفتن ما دارای دانش و اطلاع کافی برای پاسخ به این سوال را نداریم. بنابراین 22% طرفدار جمهوری اسلامی هستند و بنابراین تقریبا نزدیک 80% یا آشکارا مخالف هستند یا هنوز دارن فکر میکنند. یک آمار دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. بله، نظرتون درباره شعارهای زیر چیست؟ شعارهای زیر: اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. یادتون هست چند سال پیش و
تظاهر کنندگان چنین شعاری را اعلام کردند. اصلاح طلب اصولی را دیگه تمام ماجرا. میگه موافق هستید یا نه؟ کسانی که موافق این شعار هستند 65% جمعیت میگن بله موافق هستیم. که بگوییم نه این جناح نه اون جناح دیگه برای کل جمهوری اسلامی تمام است. همین حرفی که ما داشتیم در صحبت خود میگفتیم. شعار بعدی بنابراین در همین زمینه همین ببخشید در همین شعار اول اصلاح طلب اصولی دیگه تمام ماجرا خدمتتون عرض کردم که بنابراین 65% میگن این شعار خوبه و کسانی که مخالف این شعار هستن 15% هستن. یعنی چیزی همیشه رقمی بین 15-20 ای دور میزنه. اینا طرفداران رژیم هستن. یه سری هم هستن که ابراز نظر نکردن. شعار بعدی چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم؟ کسانی که موافق این شعار هستند 58% موافق این شعار هستن که این انقلاب اسلامی یک اشتباه بود. شعار بعدی رضا شاه روحت شاد چند درصد موافق هستن؟ 53% 53% 28-29% هم کسانی که میگن ما مخالفیم. یعنی عملا خود رژیمی ها و یه لایه های دیگه هم که این رو به هر حال رد میکنن. خب شعار بعدی ما همه سرباز توییم خامنه‌ای گوش به فرمان توییم خامنه‌ای چند درصد با این شعار موافق هستن؟ 20% و 67% مخالف این شعار هست. ببینید پس با شعار مثلا شعار اولی که اصول طلب غیر و زلک خانایی کاملا داره و بالاخره شعار یا حسین میر حسین چقدر موافق هستید؟ 5% چقدر مخالف هستید؟ 76% بنابراین اون جناح آقای ارزم حضور توی میر حسین که با اصلاح طلبا و به هر حال افراد روزنامه نگارانی که در این زمینه فعالیت میکنن این حرفا 5% جامعه فقط باش موافق هستن به خاطر همون اصلاح طلبانه. این دوتا آماری که خدمتتون عرض کردم که مربوط به این نظرسنجی هستش بیان چیست عزیز من؟ حرفایی که من در این بخش گفتم خانایی داره با این شعارها. یعنی اکثریت جامعه ایران میگوید این جمهوری اسلامی دیگر تمامه و بنابراین اکثریت جامعه خواهانی هستند که دیگر جمهوری اسلامی برود پیکارش به زوال دانی تاریخ انداخته بشه زیرا فقط یک تعداد اقلیتی کوچک هست که از این جمهوری اسلامی و باندهای حکومتی حمایت میکنن. پس برای این آمار بیان گرایش های عمیقی در دل جامعه ما هست که از نظر جامعه شناختی و از نظر روان شناختی و همچنین از نظر سیاسی نشان میدهند که جامعه دیگر به طرز قطعی و روشن جمهوری اسلامی را پس میزند و تمام مبلغین این رژیم که سعی میکنن که به نحوی باز به نحوی چهره اینها رو به هر حال بزک بکنن یا جناحایی از اینها رو که زیاد خودشون نشون ندادن بزک میکنن یا زمانی که انتخابات ریاست جمهور هستن هر کدوم از اینها پرچم به اصطلاح پاکی رو در دست میگیرن تمام کاندیداهاشون ولی همشون دزد و همشون در واقع افراد مافیایی هستن که در پشت اونها رو ما نمیتونیم به طرز اوریان ببینیم ولی به هر حال آن انتخابات به اصطلاح انتخابات پیشین البته آنچنان اوضاع روشن بود که یک آدمکشی که میخواست در به هر حال انتخابات شرکت کرد و پیروز شد به اصطلاح پیروز شد این همان دست نشانده خامنه ای بود و همه می دانستن که این همان آدمکش سالهای پیشین نیز هست.
خب این هم بنابراین نتیجه چیست؟ نتیجه این است که باندهای حکومتی همشون واقعا فاسد هستن عزیزان من. تمام دار و دسته های در واقع آخوندها همشون در واقع منبعی برای فساد هستن و از سوی دیگر حتی افرادی هستن که از میان آخوندها که امروز مخالفت هایی را خودشون بروز میدن، اینا رو بشنوید تحلیل بکنید، ولی هرگز شیفته حرفای اونها نشوید، گول نخورید. خب این هم مطلبی که در اینجا میخواستم بیان بکنم. برویم نکته دیگر رو. نکته دیگر که میخواستم با شما در میان بگذارم ضدیت با عقل. دیگه کمی اینجا حوصله داشته باشید عزیزان من. ضدیت با عقل. شما موافق عقل هستید یا نه؟ حالا ما عقل رو داریم، ما احساس رو داریم، ما عواطف رو داریم، ما به حال به اصطلاح دین رو داریم. همه این جنبه ها جنبه هایی هستش که در این نوع سوال به نحوی مداخله میکنن. وقتی صحبت از عقل در جامعه ما میشه برمیگرده به این که چقدر ما استعداد این رو داریم، قدرت این رو داریم که از مغز خودمون، از امکانات فکری موجود در مغز با آزادی لازم، با خودمختاری لازم، با پرسشگری لازم ازش استفاده ببریم و مانند افراد دوگم، افراد ایدئولوژیک، افراد دینی که میگوین به فرض دین ما بهترین است. چرا؟ برای که محمد گفته. این که محمد گفته و دین شما بهترین است که دلیلی برای بهتر بودن دین شما نیستش. الله وجود داره. چرا؟ برای که الله گفته. این که دلیل نشد که چون الله گفته که من وجود دارم پس بنابراین الله وجود دارد. دین که میگوید ادعا میکنه که وجود دارد، خدایی که ادعا میکنه وجود دارد، این مغز، این ظرفیت فکری که ما داریم باید اجازه بدهد که سوال بکنه، پرسش بکنه. چگونه میشوانی شما الله رو به ما اثبات بکنید؟ نمیتوانید. مگه اینکه در یک کار سفسطه میگویید که بله، خب هر پدیده ای رو یک خالقی وجود دارد، پس جهان یک خالقی میخواهد، پس خالق جهان واجب الوجوده، یعنی واجب وجودی هستش که بر تمام وجودهای دیگر غلبه دارد، پس برابری الله وجود دارد. شامورتی بازی ایم، شعبده بازی عزیزان من. اثبات خدای شما نیستش که این. فیزیک به ما نشون میده که ما احتیاجی به الله و خدا نداریم که این جهان داره کهکشان ها در حال گردش هستن، به هیچ وجه احتیاجی به الله و خدا و یک دست مرئی الهی نداره عزیزان من. اینها میان سوء استفاده میکنه از سفسطه‌گری خودشون و خودشون به عنوان افراد علمی، البته میگم بله، علم، علم فقه، علم قرآنی، علم آیت الله فلان، روایات فلان، همه اینها در واقع بریزید دور عزیزان من، همه اینها مزخرفاته. بنابراین اینها نمیتونن اثبات کنن که اللهشون وجود، الله وجود نداره. که شما باید دلیل علمی داشته باشید، داده باید داشته باشید، باید مشاهده کرده باشید، باید به تجربه به اصطلاح پژوهشی شما در اومده باشد، باید در درون آزمایش ها مورد آزمایش قرار بگیرد، از طریق محاسبات ریاضی باید مورد محاسبه قرار بگیرد. تمام این تحولاتی که در درون کهکشان هستش بر پایه چی؟ شناخت کنونی، علمی و همچنین دانش ریاضیات است. و تمام این دوران هیچ کسی نتونسته که خدای خودشو اثبات بکنه. به الله حجازی شما رو هم شما قادر نیستید که اثبات بکنید. که خب حال ببینید، این یک جنبه از قضیه هست عزیزان. یک جنبه دیگه از قضیه که یعنی این درک ذهن علمی، ببخشید ذهن دینی،
ذهن دینی عملا ذهنی هستش که فکر نمی کنه. ذهن دینی فکر نمی کنه. فکر به معنای اندیشه فلسفی، به عنوان اندیشه علمی. ذهن دینی فکر نمی کنه، اندیشه نمی کند. ممکنه فکر بکنه که چجوری اتوبوس بگیره از این ور بره اون ور، یا مسافرت بکنه، یا چجوری به حال بیزنس بکنه، یا چجوری بچاپه، چجوری نمیدونم فلان فعالیت. بله، اینها رو بحث بر سر اینها نیست. اینها عقل ابزاریه، اینها رو ازش استفاده میکنه. ولی که راجبه اون اصول دگماتیکی خودش داره و یا دقتهایی لازمه در زندگی، ذهن از کار افتاده است. حال یکی دیگه از ویژگی‌های خوی به هر حال ما ایرانی‌ها به لحاظ این وضعیت دیدی، ضدیت با تعقله عملا. و به این ترتیب هستش که کسانی که با دقت میخوان صحبت بکنن، همیشه باید حرفاتون با دقت، با داده های گوناگون باشه، با تأکید روی این رفرانس یا اون کتاب باید باشد. خب این ذهن وقتی که روی چیزهای عمومی الهی هست به اون قبول داره، روی مسائل مربوط به زندگی هم با دقت علمی مسائل رو تعقیب نمی کنه، ظرافت های لازم رو نداره. براتون میارم. ببینید مثلا سوال بکنید خودتون، چرا در جامعه ایران فلسفه نتوانسته روش بکند و ما فلسفه معتبری وجود ندارد، فیلسوف معتبری در ایران وجود ندارد؟ کسانی هم که به عنوان فیلسوف هستن، مانند آرامش دوستدار در خارج بوده، مانند آقای طباطبایی، محصول فرهنگ غرب هستش. چرا؟ این پرسشگری است، این یک ورزش متفکرانه مغز هستش که باید از اون زمین و به اصطلاح دینی خارج بشه که بتواند پرسش بکنه به امر فلسفه. همچنین مثلا علاقه خیلی زیادی گرایش مغز دینی به مطالبی مانند نمایش نویسی، مربوط به نقاشی، به موسیقی، اینا نداره دوستان، اینا نداره. ممکنه مواردی باشه که استثنا باشه، ولی به طور عموم این ذهن به سوی هنر، به سوی دقت‌های علمی، به سوی تکنولوژی‌ها و به اصطلاح پدید آوردن تکنولوژی‌ها نه استفاده از اون نداره. و وقتی هم که اینها مثلا این آدم‌های ایران میخوان دیپلم داشته باشن، این دیپلم رو میخوان برای بچه‌هاشون، به خاطر اینکه دیپلم رو وسیله برای فقط به اصطلاح موفقیت اقتصادی خودشون مورد نظرشون هستش. دیپلم وسیله هست فقط برای چی؟ بیزنس یا به هر حال فعالیت اقتصادیشون. دیپلم رو در این ارتباط قرار نمیدن که نتیجه یک روند آموزشی هست که در طی روند جوانان میان کار میکنن، فکر میکنن، فکر متضاد رو میبینن، دانش های گوناگون رو میبینن و ذهنیت خود رو آموزش میدهن و این قدرت رو پیدا میکنن که راجع به مسائل مهم به پرسشگری بپردازن و از جمله دین. نه، اینها مورد نظرش نیست. دیپلم بگیره، پولو تو جیبش بذاره، مانند همه این آخوندهای، بسیار آخوندهایی که آمدن دیپلم های عجیب و غریبی رو با سیستم خودشون دور کردن فقط به خاطر اینکه تیتر به اصطلاح اعلام بکنن و به این ترتیب این دیپلم وسیله برای چاپیدن باشه، برای گول زدن باشه. خب حال با توجه به این عزیزان من، ببینید در همین زمین اینشتین میگفت زیباترین پدیده
در طبیعت ابهام، شک، تردید و پدیده‌های مرموز و ناشناخته هاست. منظور او چی بود؟ منظور او این بود که ابهام و تردید و شک بستر حاصلخیز تفکر عقلانی است. طبیعت مرموز توأم با اسرار عقل انسان رو به کمک می طلبد، برمی انگیزونه و این خلاقیت رو در او افزایش میده که به طرز روشن و شفاف در جستجوی پاسخی باشد. بنابراین اینشتین میگوید وقتی که شما شک دارید و این شک رو ساختاری میکنید، این در واقع درها رو باز میکنه و این زیباترین پدیده هست. خب حال جلوتر میرم. ویژگی های ما و ویژگی های ما ایرانیان در گذشته، یکی البته از ویژگی ها چه بوده؟ کونت گوبینو در نوشته های خودش درباره ایرانیان و ضدیت با عقل‌گرایی چنین می نویسد: یکی از علائم فصاحت و بلاغت در ایران این است که منطق و استدلال و تعقل در آن وجود نداشته باشد. یعنی طرف داره خیلی پشت در هم حرف میزنه و خیلی هم چرب زبانی داره، مانند این آخوندها، در نظر داشته باشید، ولی که منطق و استدلال و تعقل در آن وجود ندارد. اگر شما چشمان شاه را به تنور خورشید تشبیه کنید و انگشتان او را نظیر کوه هیمالیا بدانید، هیچ کس به شما ایرادی نمی گیرد که این تشبیه غیر عقلانی برای چیست؟ آن وقت فرمانی که واجد این شرایط باشد، یعنی کسی که شرایط رو به این معنا که این کسی که به این ترتیب خیلی عجیب و غریب شده و این حرفا، و فرمانی که میدهد، فرمانی که واجد این شرایط باشد، دست به دست در شهرها میگردد و مردم رونوشت یا این آن را ضبط میکنند و در محل ادبا میخوانند و احیانا مضمون آن را حفظ میکنند. یادتون هست در زمان انقلاب اسلامی گفتن آقا رو در ماه دیدن و یه بخش مهمی از جامعه این رو تکرار کردن. عقل نبود عزیزان من. همین حرفی که گوبینو میگه اونو تبدیل کردن به یه پدیده‌ای که در ما اومده. عقل نبود، مانند امروز امام زبان میآید. عقل نیست، یه چیز رو قبول کرده، یه توهمی رو داره، استدلال بکنه، منطق داشته باشه، دلیل بیاره، شواهد بیاره، اصلا برای این ذهن اهمیتی ندارد. این بدتربیتی از کجا می آید؟ از بدتربیتی ناشی از دین می آید. دین به ذهن شما ضربه زده است. خب دیگر چه؟ بله، کونت گوبینو باز در جای دیگر مطرح میکنه در اون کتاب سه سال در ایران، از اون میخوانم که در زمان ناصرالدین شاه بوده. البته میگه شما اگر با یک نفر صوفی ایرانی صحبت کنید و با نیروی استدلال و روش علمی اروپاییان بطلان عقیده او را ثابت نمایید، بنابراین یک تیپ درویش مسلک، یک تیپ دیندار، یک تیپ صوفی،
و بنابراین با نیروی استدلال و روش علمی اروپاییان به بطلان عقیده او را ثابت نمایید و قوه و به قوه منطق به او بفهمانید که عقیدهش غلط است و دلایل مخالف او را یکی بعد از دیگری رد نمایید، به طوری که در جواب شما در بماند و قادر به ایراد یک کلمه نباشد. آیا بعد از این موفقیت تصور میکنید که او مطیع عقیده شما شده و حرف شما رو باور کرده است؟ ممکن است سکوت کند و ایرادی نگیرد، ولی باطنن خود رو مغلوب نمیداند، ولی چون ذهن دینیش داره مقاومت میکنه، کم آورده در برابر شما، ولی اون اعتقاده هنوز هست، خود رو مغلوب نمیداند و در قلب خیش شما را یک کودک نفهم میپندارد، شما را یک کودک نفهم میپندارد، زیرا وی عقیده و مذهب را چیزی میداند که دلیل و منطق در آن بدون تأثیر است. الله، قرآنه، شما اینو بگید قرآن طرف فلج شده، تمام شد. بگوید که این یه آیه قرآنه و دستتون بشور وقتی به قرآن دست میزنید و الله آورده و جبرائیل آورده و تمامه، این ذهن فلجه. یک لحظه فکر میکنه اگر به خوش تبدیل نشون بده تمام شب تنش میلرزد. این فرد نابوده. بنابراین تمام استدلال شما بنابر گفته یه گوینو رو تأثیر نداره، عقب نشین ظاهریه. یک مار زخمی شده هستش، داره میاد، دوباره در دل جامعه در واقع فعالیت خودشو ادامه میده، زهر خودشو باید بریزه، زهر خرافی خودشو باید بریزه، تقیه میکنه، حرف نمیزند، تقیه میکنه. آران که شما اگه چیزی با چیزی مخالفت داشته باشید بیان بکنید، ابراز بکنید، بگویید، با شهامت باشید، کوتاه نیایید. ادامه میده، ما اروپاییان معتقدیم که در ماورای عقل و دلیل چیزی نیست و همین که قدم از سرحد عقل و استدلال نباید بیرون گذاشت. هر چه هست نیستی است و ایرانی ها معتقدند که دنیای حقیقی از جایی شروع می شود که عقل را در آن راه نیست. جمله آخرش، و ایرانی ها معتقدند که دنیای استدلال که ببخشید که دنیای حقیقی از جایی شروع می شود که عقل در آن راهی نیست. خب خوشبختانه خیلی از ایرانی ها باشعور شدن، با فرهنگ شدن، از این وضعیت خارج شدن، ولی یه بخش مهمی از جامعه که درگیر دین هست به شکل‌های مختلف، گاهی به شکل کرواتی، گاهی به شکل در واقع خیلی عامیانه، گاهی به شکل آخوندی، اینهایی که گرفتار دین هستند در واقع دنیای عقل به اون راهی نمیبرد. یعنی این ذهن طوری تنظیم شده، طوری برای پرورش پیدا کرده، تربیت شده که این ذهنی که به این ترتیب تربیت شده یه قدرت فکری خودش از دست داده. عزیزان من، نمیتواند فکر کنه، آسیب دیده ساختاری هستش. آیا امکان بیرون آمدن هست؟ بله هست، ولی این یک خود این یک آگاهی و خود این یک اراده میخواهد و خود این یک محیط میخواهد.
خب آلبرت اینشتین و کارل یونگ و غیره ذالک از جمله متفکرینی بودند که به این امر اشاره کردند که ذهنی که در واقع نمیتواند تفکر داشته باشد، نوعی تفکر یونانی، نوعی تفکر عقلانی. از سوی دیگه در شرق باید همیشه هشدار داده شود تا مادامی که نفی عقل و ضدیت با تفکر منطقی بر فرهنگ ما سایه افکنده و تا زمانی که مردم برای باورهایی که دارن یا ندارن اقامه دلیل نمی کنن یا برای آنچه که به عنوان حقیقت به آنها ارائه می شود مطالبه برهان نمی کنند، با این احکام ارزشی، با این احکام ارزشی رایج مورد پرسش قرار نمی دهند. بنابراین این ذهن مطالبه‌گر نیست، ذهن خواهان برهان نیست، اعتقاده. کسی که دارای اعتقاده دارای عقل نیست. یعنی عقل به معنای چی؟ به معنای خرد، به معنای لغزون، به معنای لغسیونالیسم. غسیونالیسم فلسفی، خردگرایی فلسفی. کسی که ذهنش در درون دین و اعتقاد هست و از اون نمیتواند بیرون بیاید به خاطر اینکه آشنایی با خردگرایی فلسفی ندارد. ذهن اونا به فلجه کامل رسیده است. به این ترتیب هستش که شما ببینید در این ماجرا در ادبیات ایران نیز وجود دارد. کسانی هستند که از خرد صحبت کردند، مانند فردوسی، خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. به نام خرد صحبت میکنه، ولی شعرهای دیگه هم داری. عشق آمد و عقل زان آواره شد، عشق آمد و عقل زان آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. یعنی چی؟ یعنی که عشق، حالا این عشق در اینجا عشق انسان به انسان نیست، عشق نوعی عرفانی صوفیگریه. وقتی که اون عشق میاد به اون اللهی که اون بالاها معلومه چی کاره هستش، خودشو شیفته اون میکنه، خودشو در واقع به اون میسپارد، دیگه به خودش اجازه نمیده راجع به اون الله فکر بکنه و انتقاد بهش بکنه. یه چیزی در تصورات خودش، یه راز و یک به اصطلاح فضای مرموز عجیب و غریب رو به وجود آورده. و این وقتی که این عشق میاد، عشق الله میاد، عقل از اون آواره میشه، دیگه عقل نمیتونه کار بکنه. اینه که میگه اینو یک شاعر بزرگ، یعنی مولوی میگه با توجه به عرفان‌گرایی او. و وقتی که اون عشق میادش، صبح آمد و عقل شما چیه؟ عقل شما یه شمعه، بیچاره است. عشق آمد و افزان آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. بنابراین عقلی که میتواند روشنایی باشد، اینجا به یک شمعی تبدیل میشه که در برابر صبح روشنایی آفتاب دیگر جز مرگ چیز دیگه بر او حاصل نیست. حال آنکه در نگاه عقلانی درست عکس این هستش. اگر شما یک فضای
عقلانی داشته باشید. اگر شما از یک آموزش عقلانی فلسفی علمی برخوردار باشید، بله مسئله نیست، می توانید احتمالاً تمایلات به اصطلاح عرفانی هم داشته باشه، احتمالاً، ولی من که ندارم البته، ولی تمایلاتی که یکمی از حال و هوای روزمره تو خارج بشوید. ولی این ذهنی که نمیتواند جز این عشق عرفانی و صوفیگری فکر بکنه و یا نمیتواند جز این که اللهی وجود دارد و این الله خیلی عالی هستش و خیلی به اصطلاح نهایی هستش و غیر ذلک، این ذهن دیگر از کار افتاده از نظر خردمندی و راسیونالیسم. عشق، ببخشید، عقل در شرحش چو خر در گل بخفت. شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. بنابراین عقل مانند یه خری که در گل فرو میره و ماجرای عشق چیز دیگری است. عشق نمیره در مانند به اصطلاح خر در گل فرو نمیره، این عقلی که در گل فرو میره. میبینید عزیزان، به این ترتیب هستش که در بخشی از ادبیات ما نیز چنین آموزه های خرافی نیز وجود دارد و این آموزه ها در واقع به زیان من و شما و جهان ما و بر حال سرنوشت مترقیانه برای کشور ماست. به همین خاطر ادبیات ایران بزرگ، ادبیات ایران رو باید نگاه کرد، ولی در ضمن ببینید چه جنبه‌هایی تشکیل دهنده ادبیات هست. ادبیات احساس، ادبیات عشق، ادبیات هوشمندی هستش، ادبیات خردمندی هست، ولی در ضمن در ادبیات عناصری وجود دارن که به سوی در واقع تضعیف خردمندی عمل می کنند. پس یادمون باشد، اگر هم در فضای ادبی میریم، در اون دنیایی که در اون لحظه بودن، اینا می تونیم تحلیل بکنیم دنیای مولوی چیست، دنیای حافظ چیست، ولی خودمون که امروز هستی، خودتون رو به اون عشق الله و صوفی و غیر دیگه نسپارید. عزیزان من، امروز شما قرن 21 میلادی هستید. به هوش باشید. جهان بزرگی رو ما باید بفهمیم. ما باید مبتکر باشیم. ما باید بیافرینیم. از طریق رفتن به درون فضای صوفیگری نیست که شما میتوانید در این جهان نقشی داشته باشید. از دین اسلام بیرون بیایید، از صوفیگری بیرون بیایید. اینها خواب شما را سنگین تر میکنند. بذارید عقل نقاد عمل بکنه. یک مهندس نیز استفاده که از درس ها و ریاضیات و غیر ذلک که چی؟ که دیپلمش رو بگیره. ولی این چنین فردی یا تبدیل میشه به یک کارگزار عادی این نظام یا تبدیل میشه به مهندسی که دارای عقل نقاد هست، یعنی به هنر، به فلسفه و به دموکراسی و آزادی فکر میکنه. یادتون باشه عزیزان من، در اون ترور برج دوقلویی که در آمریکا صورت گرفت، شما میدانید، حتما شنیدید که اون اکیپ تروریستا، بخش مهمی از اونها مهندس بودند، یعنی دیپلم مهندسی داشتن. ولی از اونجایی که ذهن اونها خراب بود، ذهن اونها اسلامی بود، ذهن اونها تروریستی بود و ذهن اونها ضد دموکراسی و حقوق بشر بود،
بنابراین خواهان انتقام بودند و به همین خاطر هستش که اون عملیات تروریستی رو انجام دادن. پس این دلیل نیست که شما احتمالاً دارای دیپلمی باشید و حتی فعالیت مهندسی داشته باشید. مهندس بازرگان، مهندس بازرگان چی بود؟ درس خونده بود، ولی فکرش در عرصه اجتماع، در عرصه دین، یک فکر مرتجعانه بیش نبود. عزیزان من، به خود بیاییم. به همین خاطر بود که در بحث قبلی وقتی میگفتیم که به هر حال این به اصطلاح وقتی که دیپلم میخوام، دیپلم بر چی میخوام؟ فقط برای در واقع بیزنس میخوایی؟ یا اینکه دورانی که دارید دیپلم آماده میکنید در ذهن خود رو آماده بکنید برای دریافت این جهان؟ و به همین خاطر من همیشه به دانشجوی خودم در دانشگاه ازشون میخوام جزوه در واقع تکلیف هایی که اونها باید انجام بدن، جزوه کارهای درسیشون، ریاضیات هست، الکترونیک هست، مکانیک هست، لوجیستیل های گوناگون هست، کامپیوترها هست، همه و همه. در ضمن از اونها میخوام که کتاب هایی رو باید در دستور کار خودشون قرار بدن و بخوانند و خلاصه اون رو بر من بگویند در زمینه، یعنی این علاوه بر تمام تکلیف هایی که مستقیما روی مواد درسی هستش، علاوه بر اینها باید کسی که دانش من هست باید کتاب های دیگری نیز بخواند که من میگویم بخوانند. درباره چی؟ درباره دموکراسی، درباره فلسفه، درباره محیط زیست، درباره هنر، درباره جامعه شناسی. بله، یک حداقل یک کتاب رو باید بخونم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ذهن‌ها باید متحول بشه، فقط به تکنیک خودش فکر نکنه. حتی ممکن مخالفت داشت، مهم نیست. من از اتوریته خودم استفاده میکنم و به اون میگویم و ازش میخواهم که این کارها رو باید بکنه. و در ابتدا ممکنه بگوید خیلی سنگینه، ولی که وقتی که انجام داد، وقتی که نتیجه کارش خوب بود، درخشان بود و مورد تایید قرار میگیره، اون زمان هستش که احساس مطبوع و بسیار خوشایندی در او به وجود بیاید و میبیند که یه مقدار از نادانی های خودش رو کاهش داده است. من با دانشجویانم چنین میکنم. خب، نکته دیگر عزیزان من، یک به هر حال کم کم باید به سرعت به سوی پایان برنامه مو در ذهن برویم. بنابراین همه جنبه ها رو نمیتوانم گسترش بدم، فقط در نظر داشته باشید. شاید یک مطلب به دفعه دیگر بیاندازم، نمیدانم، ولی اجازه بدهید که این نکته رو براتون بگم. جنگ اوکراین، جنگ متجاوز تجاوزکارانه پوتین، پوتین دیکتاتور علیه یک کشور مستقل، جنگی که داره نشون میده که در هدف‌های اولیه‌ای که پوتین در نظر گرفته شکست خورد. نه اینکه بیرون رفته باشه، ولی نسبت به اهدافی که اعلام کرده بود که تا چند روز تمام کشور رو می‌گیرد و حکومت رو می‌اندازد و غیر و غیره، شکست خورد. خوشبختانه، ولی به شکل وحشیانه در اونجایی که عقب نشینی می‌کنن می‌کشند. در جاهایی رو که میخوان مستقل بشن مانند جنوب شرقی به بمبارمان همیشگی و بلاانقطاع خود نیز ادامه میدهن. برای پوتین مرگ انسانها پشیزی ارزش ندارد. مدرسه رو میزنه، بیمارستان رو میزنه، آدمهای غیر نظامی رو میزنه. این است پوتین.
و این پوتین متجاوز که توسط برخی مورد حمایت قرار میگیرد. داستانهایی که در ابتدا گفتن که به اصطلاح ناتو داره اقدامهای عملی میکنه، دیدید که همه اینها دروغی بیش نبود. دروغ دومی که در اوکراین کسانی که زبان روسی داره اینها در واقع مورد جنایت های نازیستی در مورد اونها صورت میگیره، دروغی بیش نبود. اینکه یک گروه که بسیار بسیار جزئی شدیدن ناسیونالیستی در اونجاست، بله هست، ولی دولت اوکراین زلانسکی هرگز در چنین جنایتی هیچ جنایتی شرکت نکرد و اینها بهانه هایی ساختند و دروغ هایی پرداختند که هجوم خودشون رو چیکار کنند؟ توجیه بکنند. و هستند در میان ما ایرانی هایی که در داخل بسیار از طرفداران جمهوری اسلامی روسوفیل هستند. عزیزان من، به عنوان روزنامه‌نگار، به عنوان تحلیلگر، به عنوان به اصطلاح دیپلمات، به عنوان افراد سفارتیشون، همین های تیپای روسوفیلن، یعنی افرادی هستند که نوکرمنشانه برای پوتین هورا میکشند و ما رو میخوان گول بزنند. علاوه بر اینها، روسوفیل های دیگری از لایه های از چپ، توده ایستا، عناصر روسوفیل به اصطلاح روزنامه نگاری یا انتلکتوئل که براش آزادی انسان ها اهمیتی نداره، عشقش به پوتین، عشقش به استالینیسم هست که امروز او را میکشاند در دفاع از پوتین. و در برخی سایت های ایرانی های در خارج کشور نیز وجود دارد. عزیزان من، اینها افتخار ما نیستند، اینها ننگ ما هستند. کسی که امروز با پوتین مرزبندی نداشته باشد در کنار دشمن آزادی ایستاده است. ما و من از دموکراسی، از آزادی حمایت میکنم، علیه تجاوز دارم فعالیت میکنم، تحلیل میکنه از مناسبات جهانی و از جمله ناتو، ولی من نماینده ناتو نیستم، من حامی ناتو نیستم، ولی تحلیلی که روسا کردن همه و همه دروغ بود برای توجیه جنگ تجاوزکارانه خودشون. من طرفدار دموکراسی و لیبرالیزم سیاسی در غرب هستم، در این داشتن یک نگاه انتقادی خیلی روشن و آشکار. کسانی که نظری من رو در ارتباط با قدرت سیاسی در مورد ایران که روشنه، روشنه، ولی در ارتباط با جهان غرب، تحلیل های من رو در مورد آقای رئیس جمهور سابق آمریکا و همچنین سیستم های حکومتی در اروپا و مشخصا در فرانسه دیدن میشناسند. ولی کسی که به نحوی از آنها تجاوز پوتین رو کمرنگ نشون میده یا میگوید بله برای مقابله کردن با جهان غرب و امپریالیسم غرب، اینها همه مزخرفاتی بیش نیست، اینها برای دفاع از جنایات روسا هست و جنایات سربازانشون و جنایات رهبران ارتششون که میبینید تمام گزارش هایی که داره پخش میشه، اونجایی که مجبور بودن در برن، هر چی که در مسیر خودشون دیدن انسانها رو کشتند، کشتند انسانهای غیر نظامی رو کشتند. و به زودی باید به سوی یک دادگاه برای امر جنایت علیه بشریت باید تدارکی شدید. پوتین در اونجا خواهد بود و پوتین که تمام سیستم موجود در کشور خودشو سانسور مطلق، تمام روزنامه نگارانی که به نحوی تمایل داشتن که
اقدام های مستقلانه، یا در رفتن آمدن بیرون، یا در واقع محکوم به سکوت هستن. دوستان عزیز، میدانید در روسیه دیگر واژه جنگ ممنوعه. کسی نباید واژه جنگ رو به کار ببرد. اینو پوتین اعلام کرده. واژه جنگ در مقاله در کتاب قیبزالک ممنوعه، زیرا پوتین گفت که این اقدام در اوکراین جنگ نیست، یک اقدام ویژه است. اقدام ویژه، اپراسیون سپسیال، اپراسیون سپسیال یک اقدام ویژه است. برای کسانی که از جنگ یا واژه جنگ رو در کتاب و در نوشته های خودشون بیارن، محکوم خواهند شد، دستگیر خواهند شد. اینه دیکتاتوری، یعنی این. و در ضمن کسانی که به طنز میپردازن در میان خود روسا، اونا به دنبال این ممنوعیت اعلام کردن، بنابراین باید برای کتاب معروف تولستای جنگ و صلح نیز عنوان دیگری انتخاب کرد و آنها اسم این کتاب جنگ و صلح رو گذاشتند اپراسیون اسپسیال اوت تریزون، که نامش اینطوری میشه، به نام جنگ و صلح میشود اقدام ویژه و خیانت اوریان. اوت تریزون یعنی صلح، خیانت اوریانه. این اسم کتاب شده بنابر کسانی که نقد پوتین رو می‌کنند. علاوه امروز ما می‌بینیم که در این کشور، در هر حال کشور روسیه، که یک لیدر توتالیتر بر سر اون حاکم هستش، تمام دریچه ها رو می‌بندن، روزنامه نگاران رو در واقع محروم میکنند، دستگیر میکنند یا زیر کنترل قرارشون میدن، به خاطر اینکه یک دوران جنگی و در واقع سانسور جنگی رو باید برقرار بکنند. سانسور جنگی. و این سانسور جنگی برای چیست؟ برای اینکه حقایق روشن نشه. در تلویزیون های روس، عزیزان من، هیچ تصویری که خبرگزاری های بین‌المللی منتشر می کنند راجع به وضعیت اوکراین پخش نمی شود. فقط به اصطلاح سربازان خودشون نشون میدن، کامیون های شسته رفته و همین، ولی از جنایت خودشون یک لحظه هم اونها رو نشان نمی دهند. تمام سیستم های مربوط به خبرگزاری های داخل روسیه همه و همه بسته است. هیچ کسی حق نداره راجع به جنگ صحبت بکنه. این آقایان، خانم هایی که از پوتین، این ایرانی هایی که روسوفیل هستند و از پوتین حمایت میکنن، شرم بکنند، شرم بکنند، که به قول دوستی صحبت از چپ های وامانده میکرد. مساقی عزیز رو میگم، بله، اینها هم همونها هستن، شرم میکنند. و بنابراین نکته ای که باز در همین زمینه میشه فقط ذکرشو کرد، یکی از فعالیت های بسیار بسیار مهمی که روسا و طرفدارانش رو در جهان به پا کردن چی هستش؟ مسئله ارزم حضورتون که اخبار و به اصطلاح این فیلم های کوتاه جعلی بسیار وسیع هست عزیزان من. دقت بکنید، فقط اون اخبار
و اون به اصطلاح گزارش های دیداری که نگاه بکنید که میدونید منابعش چیست، منابعش منابع بین‌المللی استاندارد شده چیست، هر چیزی که در روی انترنت بیارید به عنوان یک دکومنت، به عنوان یک سند قبول نکنید. خدمتون میگم قضیه از چه حاله، از چه قرار است. به این ترتیب که بنابر گزارش آژانس خبرگزاری فرانسه که با به اصطلاح یک شبکه جهانی با همدیگر کار میکنن در ارتباط با این که بتوانند به اصطلاح اسناد جعلی رو در درون شبکه ها و یوتیوب و غیره اینا شناسایی بکنن، تا به حال چی بوده اینا اعلام کرده، من از روی به اصطلاح روزنامه لومون دارم براتون میخونم، بیش از 2300 ویدیو و عکس دروغین مربوط به اوکراین منتشر و در همین در حال گشت و گذار است. 2300 فیلم های کوچک و به اصطلاح سند، به اصطلاح واقعی، نه فیلم های سیانس فیکشن، نه فیلم های به اصطلاح گزارشی که ساخته و پرداخته هستش، اینا شناسایی کرده. جعل کردن روی فیلم ها، مونتاژ اونها به شکل حرفه‌ای، برای اینکه چی؟ عملا یا ذهن شما از جنایتکاری روسیه در واقع به کنار بره و متهم بشود اوکراین، یا به نحوی در واقع ذهن شما رو منحرف بکند. خب این هم بنابراین جزء لابراتوارهای، جزء کار در واقع این لابراتوارهای روسی یا کشورهایی که با او یه نوع تعهدی دارن هست که به این ترتیب در این زمینه داره فعال هستن، و از جمله کشورهایی که در این مسیر دارن کار میکنن، از جمله این کار الزاما به معنای مسئولیت خود رژیم حاکم نیست، شبکه‌های آدم‌هایی هستن، اینها هستن که در ارتباط با شبکه روسا قرار میگیرن و فعالیت دارن، و از جمله در هند از میان این تعدادی که خدمتون عرض کردم 257 تاش متعلق به چی بوده؟ متعلق به یک سیستم های و شبکه های هندی بودن که این کارو کردن. 192 تاش اسپانیایی ها این کارو کردن و 160 تاش هم کسانی که در آمریکا زندگی میکنن این کارو کردن. بنابراین ببینید که کسانی که اهل تئوری توته هستند و در این زمینه عملا با استراتژی خود روس ها دارن کار میکنن، به طور مستقیم و غیر مستقیم در دنیا پخش هستند. پس بنابراین مواظب باشید که شما قربانی روس ها نشوید. خب عزیزان من یک پرسشی دیگه میخواستم، یعنی به هر حال یک مطلب دیگه در نظر داشتم که با شما مطلب کنم، ولی که فکر کنم دیگه به هر حال گذشته است، و اون هم در ارتباط با یک فیلسوف در واقع آفریقایی هست که در آمریکا درس میده و ایشون در واقع کتابای گوناگونی تا به حال منتشر کرده، هم به فرانسه هم به انگلیسی، و ایشون در واقع یک از جمله کتاب‌هایی که از آن بزرگ شما که این فیلسوف در واقع سنگالی هستن که در سنگال متولد شدن، در اونجا در واقع یه دوره‌ای به درس دادن پرداختن، بعد از اون اومدن به آمریکا و در آمریکا ادامه میدن، و اگر من ببینم البته این چیز واقعیش نیست، بلکه به هر حال عکس به اصطلاح چیزش رو نشون میدم، نقاشی شده شو نشون میدم خدمت شما که این است دوستان، و اسم ایشون چیست؟ سلیمان بشیر دیان، و این هم برای اینکه خوب متوجه بشوید. بله
سلیمان بشیر دیانی، این اسم ایشونه. به این ترتیب هستش که اندیشه های من با همه اندیشه هایشون موافق نیستم، ولی از جمله آخرین تحولات فکریشون که منتشر کردن ایده های بسیار زیبا و جالبی دارن در ارتباط با اینکه چگونه باید علیه پانسه یعنی اندیشه تریبال، قبیله گرایی یا مال ماها خودی ها، باید در واقع علیه چنین تفکری هستش و میگوید اینکه ما توجه داشته باشیم به چیزهای ویژه خود، این درست، برای که اینکه یادمون بره دیسکور یونیورسالیته، یعنی دیسکور و گفتمان مربوط به جهان رو یادمون بره، به جهان نگری خودمون رو محدود بکنیم به نقطه قوم خودمون، این واقعا بسیار بسیار خطرناک هستش. و اون چی که باز ایشون مطرح میکنن اینه که ببخشید، این که اینطوری میگن، یکی از جمله هاشون که البته کتابش من الان دارم میخوانم، ولی به هر حال از جمله مقاله های گوناگونی در نشریات مختلفی چاپ شده و ایشون مطرح میکنن که conjuguer ces différences et le bonheur d'être ensemble c'est la grande affaire de notre temps. یعنی چی؟ یعنی اینکه تفاوت ها رو باید دید، باید نشان داد. همه نمیتونن تو هم باشن، شخصیت های حقوقی دارن، شخصیت های فرهنگی دارن و این با توجه به شرایط جامعه ما نیست بسیار مهمه و در مقابل گفتمان در واقع شوونیست های پان ترکیست یا پان کردیسم یا پان به فرض ایرانیزم و غیر و ذالک. بنابراین میگوید کنجوگه سه دیفرانس ای، یعنی اینکه از تفاوت های خودتون صحبت بکنی، خیلی مسئله روشنی طبیعی هستش، همه در این زمینه دارن حرف میزنن، ولی آنچه که بر بیان خوشبختی ما انسان ها میشود این هستش که سه لبناغ دترو آنسا، که با دیگران باشیم، با کل بشریت باشیم، با واحد بزرگتر باشیم، با کلان باشیم. اینجاست که بنابراین به شوونیسم نمیافتیم، بلکه ویژگی خود رو میبینیم، ولی که در اینها با دیگران هستیم. کسانی که در ایران زمین هستن، بله من یک میهن پرست هستم، من به تمامیت مرزی ایران وفادار هستم، آزادی میخواهم، دموکراسی میخواهم، جمهوری لایق میخواهم، قدرت سیاسی غیر متمرکز میخواهم و بنابراین تمام ویژگی های فرهنگی، زبانی و دینی که در هر نقطه از ایران ما هستش باید بهش توجه بشه، نباید اینها در سکوت باقی بمانند. بله بله بله، همه حق دارند که بگویند دارای چه هویت فرهنگی ویژه‌ای هستند، در ایران که در درون هویت ایرانی هستند، ولی کسانی که چنین گفتمانی دارند فقط به گفتمان محلی و قومی خودشون بپردازن و به کلیت این جامعه ایران توجه نکنن، به اهداف کل این جامعه توجه نکنن، یعنی آزادی، دموکراسی و پایین انداختن جمهوری اسلامی، اگه به اینها توجه نشه برای همه ملت ایران، همه ملت ایرانی که تمام اقوام اتنیکی رو در خودش جای میده، عزیزان من، بله ما یک ملت هستیم و به این ترتیب هستش که ما کسانی که به این نقطه یا اون نقطه میپردازن عملا یک نگاه شوونیستی محلی گرایی یا قوم گرایی رو پرورش میدهن و یک کلیت و یک پروژه بزرگ برای رها کردن ایران از چنگال این جمهوری شیعه و اسلامی ستمگر، این رو به فراموشی میسپارند. بنابراین این مبحث باز میماند، در نوبت‌های بعدی صحبت خواهیم کرد. بله به ویژگی‌های خودمون بپردازیم، ولی یادمون باشه اون لحظه‌ای ما میتوانیم بسیار خوشحال و شادمان باشیم که این کلان، که این کلیت ایران زمین، که این آزادی برای همه ایرانیان رو به تحقق برسانیم، به امید اون روز زیبای دموکراسی و آزادی و سرآغاز یک
مبارزه بسیار بزرگ برای آشتی دادن انسان و طبیعت در چارچوب یک حکومت لایک. بله دوستان، حکومتی لایک. برای این پروژه مهم و اساسی همه ایرانیان می توانند در کنار هم قرار داشته باشند. همه ایرانیان می توانند در این مسیر با هم دیگر حرکت بکنند و چنین پروژه‌ای تحقق اون به نفع همه ایرانیان هست. ما هممون ضربه خوردیم، ما هممون رنج دیده ایم و اون حکومت مشترکی که خواهد بود که در برگیرنده تمام نیروهای گوناگون کشور ما خواهد بود، اون چنین شرایطی آغاز یک راه صحیح و درست برای مدیریت سیاسی در این کشور خواهد بود و به این ترتیب هستش که زخم‌ها رو به شکل مصنوعی در اینجا و اونجا بیش به اصطلاح فشار نیارید و ایجاد ناراحتی و عذاب برای همدیگر نکنیم. نگاه بکنیم به آینده خودمون. هممون می توانیم در یک مبارزه بسیار بزرگ سهیم باشیم و اون می تواند تمام یه بخش حداقل مهمی از زخمای ما رو التیام ببخشه، زیرا جمهوری اسلامی دیگر مرده است و در نبود جمهوری اسلامی تمام لیاقت ها، تمام شخصیت ها، زن و مرد در تمام سراسر سرزمین ایران می توانند در خدمت شکوفایی ملت ایران قرار بگیرند. به امید آن روز. سپاس.